1993 to 1994, where I was forced to have unprotected sex. I was brutally raped on the set when I contracted herpes in a six-man gangbang. در 9 فوریه 2019 شلی لوبن بازیگر فیلم های بزرگ سالان به طور مرموزی درگذشت. او در 18 می 1968 از سن بسیار کم شروع به فعالیت در صنعت بزرگ سالان کرد. همه او را در این صنعت با نام راکسی می شناختند. در 24 سالگی به طور حرفه‌ای وارد این صنعت شد و حدود 15 فیلم بازی کرد. اما پس از ابتلا به سرطان دهانه رحم و چند بیماری دیگر از این صنعت کناره گیری کرد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که روح و بدنش را در این صنعت فروخته و هویت زنانه اش را به طور کامل از دست داده است. از سال 2008 تا 2016 به عنوان یک فعال اجتماعی مشغول به کار شد و با افراد بسیاری که در این صنعت فعالیت کرده بودند مصاحبه کرد. هدف او نشان دادن پشت پرده تاریک این صنعت به مردم و دختران جوان بود. او از شرایط وحشتناکی که خودش مجبور به انجام آنها شده بود صحبت کرد. پزشکی قانونی احتمال می‌داد که علت مرگ شلی اووردوز باشد، اما خانواده‌اش ادعا داشتند که او پس از ترک صنعت کاملا درمان شده بود و هیچ دارویی مصرف نمی کرد. بدن او توسط یکی از دوستانش در یک پارک پیدا شد. آنها با 911 تماس گرفتند، اما بسیار دیر شده بود. در زمان مرگش دوست پسرش نیز به دلیل تصادف منجر به مرگ در زندان بود. بدن او طبق خواستش سوزانده شد. او پیش از مرگ مقاله‌ای منتشر کرده بود و در آن روشنگری‌های انجام داد. به گفته او 66% از کارگران این صنعت به بیماری هرپس مبتلا هستند، بیماری که بسیار خطرناک و کشنده است. آمار بیماری‌های همچون کلامیدیا و گنورا و همچنین میزان ابتلا به HIV یا AIDS در میان کارگران جنسی بسیار بالاست. بسیاری از آنها دچار سرطان سرویکس می‌گردند که منجر به خارج کردن سرویکس از بدنشان می شود. شلی در مصاحبهش بیان کرده بود که من از آن جهنم فرار کردم و اکنون صاحب 3 فرزند زیبا هستم و با مرد وفاداری ازدواج کردم که تا انتهای درمانم مرا همراهی کرد. او گفته بود از نظر من این صنعت همان صنعت بردهداری دنیای قدیم است که به دنیای مدرن آمده. او انجمنی با نام صلیب صورتی افتتاح کرد و به بازماندگان این صنعت کمک می کرد. او می گوید داستان افرادی که از این صنعت فرار کردند بسیار ترسناک تر از داستان خودش است. کارگران این صنعت به قاچاقچیان مواد تبدیل می شوند. آزمایش هایی که پزشکان از کارکنان این صنعت به صورت ماهیانه یا هفتگی می گیرند اصلا قابل اعتماد نیست. او می گوید در کمپانی که من در آن کار می کردم تنها 20 نفر مبتلا به ایدز شناخته شده بودند. من هنگامی که در این صنعت فعالیت می کردم بارها به زندان افتادم. او ادعا می کند من بسیار تحقیر شدم. باید مدفوع دیگران را سر صحنه جمع می کردم. آنها به صورت همکارانم مشت می زدند، روی آنها ادرار می کردند و توف می انداختند. و اما پزشکانی که با این صنعت سوء استفادگر همراه شدند و من نام تمامی آنها را می دانم، آنها شرافتشان را فروختند و داروهای خطرناک برای همکارانم و زنان و مردانی آسیب پذیر که در این صنعت فعالیت می کردند تجویز کرده بودند.